میشناسمش. مریم کیو داری میگی؟ گونش. گونش؟ اونم درست مثل تو میخنده. البته این نظر منه، چون بهش فکر میکنم تو رو میبینم. که اینطور؟ الان برمیگردم. وایسا ببینم کجا؟ یه لحظه باید صبر کنی. ببینم برای چی درست به هم نمیگی کیه؟ بگیر ببینم، بیسکویت آوردم. مریم بیسکویتو ولش کن. این که گفتی گونش از کجا در اومد؟ یکم از تو، یکم هم از من. اما اول بیسکویتو، همه شونو باید بخوری، زود باش. معرفی میکنم، گونش. رسی دخترم، اینم ساباشه، بابای تو. یعنی تو میگی این دختر ماست؟ مال خودمونه؟ باورم نمیشه، باورم نمیشه. یعنی ما قراره بچه دار بشی؟ آره عزیزم. گوش، یکم صبر داشته باش، نمیشه که فوری به همه بگی. آخه مریم جون، هر کی دوست داری، از وقتی فهمیدم دلم میخواد برم بیرون فریاد بزنم، همه باید این خبر رو بشنوم. نه خیر آقا صافش، همینطور که شما این سفر قایم کردین، منم دخترم رو قایم میکنم. تازه شاید من و دخترم دلمون میخواد با هم بقیه رو سورپرایز کنیم. از کجا میدونی؟ مگه نه دخترم؟ خیلی دوستت دارم، خیلی زیاد. ما هم خیلی دوستت داریم. چه خبره؟ برجو، برجو. یعنی الان نباید به اینا بگی؟ هی، چه خبره؟ چرا وایسادین؟ چیزی نیست. میخواستم یکم استراحت کنم ساواش. چرا؟ من فقط یه سیب خواستم. سیب؟ چوب شور، آب، خیار، کوله رو روشن کن، خاموش کن، بزنش اون ور، سردم شد، آهنگش خوب نیست، عوضش کن. چقدر بار میزنی تو؟ فکر کرده شاگرد راننده هم. بازم عصبانیش کردی نه؟ یکم کرم ریختم، عصبی شد. این چه ریختیه؟ مگه چشه؟ 9 سالگی وقتی اون گلو زدی اینجوری خندیدی ها؟ حتی اون موقع خندتم به پایین نمیرسه. یه لحظه، تو هم یه چیزیت شده؟ از این خیلی بدم میاد، یه چیزی شده و به من نمیگین، دلخور میشم. چه گیری کردیم از دست تو؟ یعنی نمیبینی الان تو چه وضعیتی قرار داریم؟ ببین، همسر عزیزم کنارمه، خوشحاله، با داداش و زنداداشم داریم میریم مسافرت. برای چی؟ برای عقد. یعنی چیز دیگه برای این خنده به ذهن تو میرسه؟ والا
من که زیاد حرف تو باور نکردم، اما موقتا جواب تو قبول میکنم. اوکی. اینجا خیلی قشنگه. آره. گوشنت نیست؟ یه کمی. منم همینطور. تولین برامون غذا گذاشته. داخل ماشین بود. داداش تو اینو بگیر، یه جا پیدا کنیم، منم الان میام. بده من. حتما اینجا شوبلوت هم داره، بعد غذا با هم میخوریم. خب صبر کن ببینم. صبر کن بابا، یواش. کجا داری میری بودو بودو؟ هرچی بخوای برات میارم. تو قشنگترین اتفاق زندگی منی، جفتتون. دیگه تو سورپرایز با من کل کل نکن. مریم، میدونی من الان چه حسی دارم؟ حس میکنم قلبم داره از جاش کنده میشه میاد بیرون. بهتر از این نیست، واقعا میگم. باشه پس فکر کن من سورپرایز نکردم، جفتمون سورپرایز شدیم. سورپرایز گنش. رسی من هی گنش گنش میکنم، اما از تو نپرسیدم، یعنی از دهنم اینجوری در اومد. من از وقتی اسمشو از دهنت شنیدم نمیتونم به اسم دیگه ای فکر کنم. خب دیگه بریم یه جا پیدا کنیم. بفرمایید. ببخشید خانم، مهمون دارین. چطوری؟ هستم دیگه. تو چی؟ بعد فکر نمی کنم دیگه حالم خوب بشه، اما تو رو می بینم دلم می سوزه. هنوز خیلی جوونی، این کارو با خودت نکن. کاریم میتونم بکنم. 3 ماه هر وقت زنگ میزنم خونه ای یا تو بیمارستانی، حوصله هیچ کاریو ندارم. بین وسایل برق پیداش کردم، اگه پیش خودت بمونه بهتره. اون روزا از ماشین پرتش کرد، مثلا میخواست به هم نشون بده دوستت نداره. فکر کنم بعدم برش داشته. همه چیزمون نصف نیمه موند. اینجوری نگو، یه جوری رفتار کنیم انگار اون اینجاست، کنارمون حسش کنیم، خوشحال باشیم، نمیشه؟ ساواش و مریم دارن ازدواج میکنن، خیلی خوشحال شدم. آره، منم دعوت کردم اما نخواستم برم. اگه تولین تنها میموند قصه میخورد، چون دیر باردار شده دکترش اجازه نداد. اون وقت عروسیشون کجاست؟ تو خبر نداری؟ آخه یه برنامه مسافرت دارم، شاید تونستم ببینم. خیلی خوشحال میشن، بذار بنویسم. از اون مرد خبری نشد، جنازش پیدا نشد. نه، یکم عجیب نیست؟ من با پلیس حرف زدم، گفتن گاهی اینجوری میشه، بعضی وقتا جنازه پیدا نمیشه. تو بهش فکر نکن، نگران نباش، اون آشغال دیگه تو زندگیمون نیست. ببین اونجام هست.
این برای تو، اینم برای تو. پس اون وقت اینم برای بابایی. خیلی ممنونم. کوچلو، برجو بیا این دیگه، همه چی حاضره. باشه بابا، باشه. داریم شابلوت جمع میکنیم، شب که خوردی تشکر میکنیم. حتما. آلمان، برلین. کرواسی. سردته؟ اگه سردته بریم تو کاروان. اینجا خیلی قشنگه. هر طور راحتی. سب کن همسر آینده تو اذیت نکن، بذار من برم برات بیارم. تو اونجا گوش وایسادی؟ ها؟ اتفاقی شنیدم. شما چیتونه؟ معلومه که یه چیزی شده. نه، همیشه اینجوری هستیم مگه نه؟ شاید چون بیشتر اوقات ما رو ناراحت دیدی، الان اولین باره میبینی خوشحالیم، برای همینه که عجیبه. نظر چیه؟ باشه، موقتا قبول میکنم، اما فکر کنم یه چیز خوب باشه، برای همین چیزی نمیگم. ها، عشق داداشی اومد. بندازین روتون، قشنگ گرمتون میشه. خیلی ممنونم. من اینجا بابا جونم، من اومدم، من اینجا اونجا بابا جونم، چشتو باز کن، خواهش میکنم، به خاطر من چشتو باز کن. مرگم بسته، مرگم بسته، بلم کن بابا جونی داشت.
شو بیدار شو بابا جونم، به خاطر من بیدار شو. چی شد تو باز بابا؟ مریم بلند شو دیگه بس. آی نه بابا، بابا جون ببین دخترت من اومدم. مریم بابا جون، مریم مریم تموم شد. مریم مریم تموم شد. بلند کن، بلند کن شو بابا. مریم تموم شد، تموم کرد. اون مرده، تموم کرد. تو رو خدا اینجوری نکن. اون مرده مریم، تو رو خدا تمومش کن. خواهش میکنم مریم، اون تموم کرد. تموم شد، تموم شد، تموم شد، تموم شد، تموم شد، تموم شد مریم، تموم شد، تموم شد، تموم شد. ساواش، 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 ساواش بابا، تموم شد. ساواش بابا چرا اینجوری میخوابیدی؟ ساواش، باشه، 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 ماما سردش بدم کن. ساواش بذار بیدارش کنم. ساواش بابا چرا اینجوری میخوابیدی؟ سردش میشه. ساواش بذار تموم شد. سردش میشه. عزیزم چی شده؟ خوبی؟ کاش بابا من میتونست گنهشو ببینه. بیا اینجا ببینم. بیا. با تو همی دونستی در چه زمینه ای؟ یعنی هیچ وقت نتونستیم با آرامش یه جا بشینیم، همیشه یه چیزی بود. ماجرامون تمومی نداشت، انقدر رفتم کلانتری عاشقه یه پلیس شدم. نقش اولمون یه پلیس بود. عشقمونم با کتک شروع شد. پای چپت ضعیفه. تا نخوری نمیفهمی. از کجا پیدا میکردی؟ همه میدونن تو مرخصی کجا میری. پایه قهرمان بیا. زود فهمیدی، دفاعت خیلی قویه. من که گفتم پاد ضعیفه. خیر باشه، اومدی واسه باشگاه ثبت نام کنی؟ نه، فیلمای تصادف رو لازم داشتم. چه رویی هم داری؟ دیوونه شدی؟ مگه من کلوب محلم؟ چرا نگو؟ من فیلم به کسی نمیدم، برو از یکی دیگه بگیر. تازه خطرش هم کمتره. پس کتکم خوردی. البته قشنگترین کتک زندگیم بود. دست شما درد نکنه. اما انگار اثر نداشت. مثل بومرنگ هرچی پرتش کردم از لجش برگشت. هرچی گفتم برو. من اون بروها رو بلدم، حتی جلوی کلانتری هم بهت کامل توضیح دادم. دادستانم همه یه پرونده ها رو نابود میکنه. کاش همش رو با دست خودم آتیش میزدم. برجو یکم آروم باش، دنیا که به آخر نرسیده. برای من رسیده. مگه تو چقدر منو میشناسی؟ چی ازم میدونی؟ دارم سعی میکنم بفهمم. این همه مدت تو اینو نفهمیدی؟ باشه، بذار بگم. کارم همه چیزم، زندگیمه، خونوادم. سال هاست برای اینجا زندگی میکنم، اما یه نفر میاد و چون پدشو میریزم رو آبا یه اردنگی منو بیرون میکنه. چی کار میتونم بکنم؟ مجبورم بشینم و فقط تماشا کنم. اگه بخوای میتونی. نمیتونیم، نمیتونیم. مایی وجود نداره و نخواهد داشت. من این همه سال به کسی محتاج نبودم، از این به بعدم نمیشم. تو به جز کار هیچی حالیت نیست. تو یه احمقی.
احمق توی، نمیفهمی، نمیخوام مراقبم باشی، نمیخوام واسه من کار کنی، نمیخوام دلت برام بسوزه. دلم برات نمیسوزه، نمیخوام مراقبت باشم. من فقط دوستت دارم، من دوستت دارم برجو. لازم نکردی نداشته باش. من چیزی ندارم بهت بدم، نگذشتی و نه آینده. کارم نباشه من یه هیچم، دیگه هیچ امیدی ندارم. بسه، ساکت شو. تا وقتی من زنده ام امید تو منم. گاهی آدم چون فکر میکنه بهترین راه همینه، میگه برو، در صورتی که میخواد پیشش بمونه، دوست داره هیچ وقت نره، اما حتی به خودشم نمیتونه اعتراف کنه. بعدش یه اتفاقایی میفته، نمیدونم دل صداش میکنه یا نه، اما یهو میبینی درست جلوت وایساده. دلم آتیش میگیره، اصلا نمیدونم چطوری میخوام طاقت بیارم، اما نه، نمیتونم. این همه راز بینمون هست، خیلی چیز رو بهش نگفتم، خیلی خطرناکه. اون نباید بیفته تو خطر. اگه چیزیش بشه من میمیرم. خیلی دوستش دارم. اینجا چی کار میکنی؟ سواش لطفاً برو. میدونم چرا میترسی، برو. باز خوبه مریم اینا رو به یه عروسکی چیزی اعتراف کرده، بعضیا هستن هنوز همینش هم نگفتن. من؟ نه بابا، حتما بهت گفتم. یه لحظه صبر کن، اینجا باید از داداشم دفاع کنم. اگه اینو بهش میگفتی داداشم عمرن اینو فراموش نمیکرد. حتی بذار اینجوری بگم، فراموش کردن که هیچ، میرفت تاریخش رو بدنش خالکوبی میکرد. داداش بایسا نترسونش. نه بابا، کی گفته میرم تتو میزنم؟ این مسخره بازی چیه؟ مگه من بچه‌ام؟ چی دارین میگین شما؟ نمیدونم، من تتو دوست دارم. منم خیلی خوشم میاد اتفاقا، مگه نه؟ من به خاطر تاریخ گفتم مسخره است، مگه نه؟ منم دوست دارم، جدی میگم. میگم چطوره منم یه تتوی دیگه بزنم؟ نظرت چیه عشقم؟ باشه، تتوی چیز بدم؟ تتوی خورشید بزنن برام؟ آره همونو میگم، گردنی خورشید مریم رو دیدین؟ یه چیزی شبیه اون، نظر چیه؟ خوبه عزیزم؟ راستش فکر خوبیه، به نظرت قشنگ میشه؟ اینا یه چیزی رو دارن قایم میکنن، نمیدونم دقت کردی یا نه، از صبح دارن با هم دیگه پچ پچ میکنن. باهات موافقم. چیه دارین پچ پچ میکنی؟ ما رو میگی؟ شما دارین پچ پچ میکنین؟ تازه تهمت هم میزنین. آره
به نظرم اینا یه نقشه کشیدن ساقش. آره اینا یه برنامه چیدن، حتی نمیتونن جلوی خندهشون هم بگیرن. بس دیگه پاشو شابلوتر آماده کن. آره گوش نمونه. جسد دادستان هنوز پیدا نشده. یعنی تو کی هستی؟ اگه تو اکتای شاهینی پس من کیه؟ جمعه شب و کارو بسی میمونم، فردا به سمت سوئیس حرکت میکنم، بهت خبر میدم. یاسمین نمیدونم الان چی باید بگم. من ناراحت نشدم، حتی خوشحالم شدم. اینو نداشتم، هیچ کس نداره. قدیما اینو به خاطر من انداخته بود. انگار واقعا دوستش داشتی. معلومه که داشتم، اما نه اونجوری که مادرت منو میخواست. خیلی دوست داشتم مثل اون باشم، اما اینجور چیزا که دست آدم نیست دخترم. بابا. دخترم. نخوابیدی؟ خوابم نمیاد. بیا بشین عزیزم. منم داشتم میرفتم، یکی دوتا سوال ازش داشتم. تو هم بمون، حالا که خانواده ایمو توی خونه زندگی میکنیم بمون. پروردگارا هزار مرتبه شکر. البته هنوز نبخشیدمت، برای چیز دیگه اومدم. من چند تا پرونده از شرکت در رابطه با انتقال سهام داداشم گرفتم، چند تا چیزش ناقصه. اینا رو عمدن کردین یا این که خب ببینم اینجاست. اون وقت درخواست نامه این کجاست؟ اینکه درخواست نامش نوشته نشده، باید اول درخواستش رو بدین که جوابش بیاد. تو به محض اینکه رفتی شرکت میری با وکیل حرف میزنی، کارای حقوقیش رو شروع میکنی. باشه دخترم؟ باشه. احتمالاً حسابای بانکی هم قاطی شده، قبل درخواست باید درستشون کنی. اگه فردا برم تموم میشه؟ آره بابا تمومه، تا وسط هفته درست شی کافیه. میخوای کارتورم انجام بدیم، تمومش کنیم. باشه، ما که تا اونجا میریم جفتشو با هم انجام میدیم. بنداز.
بال شام که آماده است، تموم شده. چته تو؟ چی؟ چقدر دیدن خنده تو قشنگه. سرمو برمیگردونم میبینم ساواش خوشحاله. راستش چرا دروغ بگم؟ از این به بعد اینجوریه. پنهان کردنش چقدر بده. یهو این کار میاد نوک صابونم. اونجا گیر میکنه. من اولش میخواستم بگم اما گفتم فعلا نگم، یکم ازش لذت ببریم. چون بعد از اینکه گوچلو فهمید بدبخت میشه. راست میگی. چطوری بخوابیم؟ تو برجو روی تخت، من و گوچلو هم داخل کیسه خواب رو زمین. اونجوری نگاه نکن. نگران نباش، این آخرین شبیه که جدا میخوابیم. از این به بعد دیگه قبول نمی کار خوبی میکنی، این آخریه. این یکیش، اینم چرا قبره نزدیک کنی کم؟ یعنی چی؟ چی شده؟ نیست، نگاه کن ببین چند نفر هست. دو نفره. چی بهت بگم نجمی؟ گفتم دو تا یه نفره بذار، حتما اشتباه کرده باز. مگه چی شده؟ اینقدر سخت نگیر. تو انگار داداشمو نمیشناسی. دو تا خرس گنده چطوری تو این کیسه خواب جا بشین؟ جدیدن زیاد رو فرم نیستی یا؟ منظورت چیه؟ آخه در مواقع عادی این فرصت رو از دست نمیدی. بیا اینجا کمیستر، بیا. تخت آماده است. برنامه عوض شد، تو همینجا میمونی. من و عشقم تو کیسه میخوابی. یعنی چی؟ میخوای رو زمین بخوابونیش؟ ای بابا، شاید خودش میخواد. بعد 40 سالی چراغ سبز داد. تو چرا انقدر فوزولی میکنی؟ نه بابا، فوزولی چیه؟ بگیریم بخوابیم. شبتون بخیر. خوب بخوابیم. شبتون بخیر. خیلی خوب باشه. شب بخیر. بیا اینجا، اینو نگهدار، درش بیارم ببینم جا میشه یا نه. الان شوهر عزیزت درستش میکنه. الان همینجا رو برات هتل 5 ستاره میکنم. تموم شد رفت. خیلی دوست دارم. منم دوست دارم. خیلی خوب برجو. اوزه ما رو ببین. حالا چجوری جاشیم؟ گوچلو اگه تو تکون نخوری خب منم تکون نمیخورم. چی کار کنم؟ خب شونم رفت رو این. بهش بگو اونم خیلی دوست دارم. میگه منم دوستش دارم. خب دیگه پچ کردن باشه برای بعد، بگیریم بخوابین دیگه. نکنه شنیدی؟ اینم نگهبان ما شده. باشه بابا، خوابیدین. گوچلو بیا قاشقی بخوابیم. قاشقی چیه؟ یعنی باید دقلت کنم؟ برگرد براست. بذار بچرخم. سوئیس.
وقتش رسیده؟ آره. بگیرش. حالا که تا اینجا اومدیم ما هم ازدواج بکنیم. وای خیلی منتظر موند. خیلی. به اندازه یه عمر گذشت. اما ارزشش رو داشت. بعد از انجام بررسی ها مشخص شد که هیچ مانعی برای ازدواج شما نیست. خانم مریم آکچا، بدون هیچ گونه اجباری و با اراده و تصمیم خودتون ساواش سارگون رو به همسری انتخاب میکنین؟ بله. آقای ساواش سارگون، بدون هیچ گونه اجباری و با اراده و تصمیم خودتون مریم آکچا رو به همسری انتخاب میکنین؟ بله. شاهدان؟ بله. بله. خب، با توجه به اختیاراتی که کنسولگری به عهده من گذاشته، شما رو زن و شوهر اعلام میکنم. آخرشم باید بگین میتونی عروس رو ببوسی یا نه؟ باورم نمیشه.
فکر نمی کردم به هم برسیم. خب دیگه، اینم از معجزه های عشق. مرگم برو کنار.